سلام علیکم و رحمت الله بر تمام کسانی که ما را میبینند میشنوند. هموطنان عزیز، چقدر که ما به شما گزارش داده بودیم، شروع کرده از 2 اکتبر تا 11 اکتبر در شهر ورشو پایتخت لهستان 3 نوبتی جلسه، یعنی که جلسه نوبتی صحه برگزار میگردد، چون انعنه حرکت سیاسی گروه 24 در این جلسه دعوت شدگی بود و اشتراک میکند و یک هیئت کلان عظیم این جلسه گردیدند. خب روز اول جلسه این برآمد کشورها، نماینده های کشورها و سازمانها بود. روز دوم شروع کرده از دیروز دیگر تمام اشتراکچیان میتونستند که معروضه کنند و موضوع دیروزینه انتخابات آزاد شفاف موضوع همین جلسه بود و اعضای حرکت نماینده گروه 24 در کشور آلمان رستم رحمتزاده در اونجا یک معروضه کرد، صحبت کرد و ما با شما پارچه از اونها پیشکش کردیم. و امروز موضوع امروزه جلسه آزادی بیان، آزادی مطبوعات بود. در اینجا در نظر بود که اعضای حرکت برادر محمد صابر عبدالقهار نماینده حرکت در اتحاد اروپا باید که سخنرانی میکرد، از سبب تکنیکی که اینم به عیب ما نبود در این گونه جلسه ها میشوند، مسئله نام نویس کردن کمی وقت هم کمی میکرد، هم با یک طرز نو جوری شدگی بود و اکثریت نفهمو شد و بسیار کسا نتونستن که نام نویس کردن، از آن جمله ما هم نی و یک اعضای فعال جامعه شهروندی از تاجیکستان، اون کسا هم نتونستن نام نویس کرده. متاسفانه این حال جلسه شروع شده است، دوام داره، ما کمی دورتر از اینجا آمدیم که اینجا صدا بلند است، صحبت کرده نمیشود و حرکت میکنیم که اون معروضه ای که برادر محمد صابر عبدالقهار میخواست که در اینجا رساند، ما رسانهیش میکنیم، در سایت گروه نشر میکنیم و از جریان این جلسه با شما گزارش ها میکنیم. و نگفته نماند که یک قسمی برادرایی که دعوت شده بودند روزی گذشته عظیم لهستان شدند و یکی از اون برادرها در پهلوی ما نشسته است، برادر انور امونوف که از کشورهای مشترک المنافع سفر کرده است و تا 2 هفته همراه ما می باشد و دیگه برادران که این حال در اونجا نام نویس شدن در جلسه اشتراک میکنند، بعدا با اونها یک هم صحبت هم میشیم، با شما پیشکش میکنیم و ما خواستیم که یک گزارش کوتاه با شما پیشکش کنیم. یعنی چی میشه؟ در اینجا ما چند واخوری ها گذراندیم، چندین سازمان های حفظ حقوق اون حادثه هایی که در کشور میگذرد روزهای اخیر، اون کارهایی که از جانب رژیم خونخوار رحمان و بسر نزدیکان مبارزان میکنن اونا رو ما رساندیم و باز یک بار دیگه با شما هشدار میدیم که این مستقیما با مقامات قدرتی، خصوصا خود رحمانو، که اگر اون کارهایی که شما میکنید برای ما یک خنده آور است، اون نوارهایی که از نزدیکان میارین نزد ارچا یک 10-20 نفر تو 100 نفر بگذار 1000 نفر تماشا کنند، اما اون کارهایی که ما میکنیم صدها هزار آدم ها تماشا بین دارن، میبینن، میشنون و خود شما هم میتونین را پیگیری کنین. در این جنگ اطلاعاتی ما 100% دست بالا هستیم و در دیگر کارها هم خدا خواهد انشاءالله پیروزی جانبی ماست، چون که شما ظالم هستید، شما خونخور هستید، شما هر چیزایی که هر او رژیمی شما که پیشگیری یک ساختاری که شما جاری کردید و او را دورید پیش میبرید، یک اخیرش یک پراکندگی است، سر یک دیگر تو نمیفرید و این چیز دیده میشود و اون خبرهایی که به ما میرسند
جایی که حالا شما رسانه‌ای نکردین، ما خبر داریم چی بین وزارت کارهای داخلی خاندان رحمانو، چی کمیته امنیت خاندان رحمانو، چی از پراکراتورای جنرالی خاندان رحمانو، همه این خبر رو به ما میرسند. بعد اونجا چگونه مناسبت دارن و خودی اون کسایی که در مقامات قدرتی خدمت میکنن امروز از روی صحبتاشون، کسایی که از بر میشنون و ما میرسونن، از همون کاری پیش گرفتگی شما هم نفرت دارن، چیگونه که مستفید و کمپیر و زنها را برده اذیت میکنند، دیگر تهدید دیگر کار رو میکنند. انشاءالله ما از این رو برنامه گردیم و اون کاری که شما میکنید ما ده کرتا انجامش میکنیم بر ضد شما و پیروزی جانب ماست. و فراموش نکنید که آینده نزدیک است. سلام علیکم و رحمت الله. خب سلام علیکم هموطنان عزیز. یک چیز میخواهم قید کنم، تشکری از آن برادرایی که با دعاهای نیکش و کمک های برادرا خیلی کمکی خوب کردن. از همه شما تشکری میکنم برادرا، و انشالله که چند وقتی که ما در اینجا هستیم هر چیزی کشید حرکت میکنیم که نوارا را پیشکش شما بگردونیم و با دستگیری شما با دعاهای شما ما پیش میریم.